منم پیاده شم؟ نمیدونم. نه یعنی تو که نمیخوایم بریم، بعدم فکر نکنم زنم اون خیلی از دیدن تو خوشحال بشه. حالا بذار ببینیم چی میشه. خب سلام، مهناز خانم، رضا هستم. کدوم رضا؟ رضام دخترمون، رضا. مامان، مامان، آقا رضاست، اومد اینجا، دم در. یه لحظه در رو باز کنی. آقا رضا شمایین، بفرمایید تو. نه دیگه، تو نمیایم. آوردم، یعنی میخواستم کارت دعوت بدم خدمتون. عمو قدرت هم هستش؟ مهناز خانم؟ مهناز میشه یه لحظه بیای دم در؟ سلام زنم. سلام. کارت آوردیم خدمتتون، بفرمایید. کارت چی؟ کارت عروسی دیگه. اگه افتخار بدین تشریف بیارین خیلی خوشحال میشیم. سلام زنمو، صبح بخیر. حالا چرا صبح به این زودی زنمو؟ فکر نکردی مردم شاید خواب باشن؟ که حالا سری هله کله کفتنی در خونهای مردم میزنی که چی بشه؟ راستش فکر کردیم اول بیم خدمت شما. تو برو تو، کی گفت بیای بیرون؟ چه خبره مگه؟ هیچی. سلام مهناز خانم، صحبتون بخیر. ببخشید ما مزاحم شدیم. ما نمیتونیم بیایم، یعنی عموت گرفتاره، خیلی کار داره. برید، برید به سلامت. کی گفت بگیری؟ کی گفت؟ خواستم ببینم. خب بی خود ببینی که چی؟ ماما این دختره چیشم از سر بود؟ سر بود؟ انگوش کوچیکه ای تو هم نمیشد. خلایق هرچه لایق. اگه لیاقت داشت تو رو ول نمی کرد بره دختر کسی رو بگیره که پالونش کجه. نگفته؟ چی شد مگه؟ باشیم بریم. به قول بابام علف باید به دهن بزی شیرین بیاد که اومده. زنمو دلش از یه جا دیگه پره. اون توقع داشت من با مهناز ازدواج کنم، منم یکی دیگر رو دوست داشتم. اگه گفتی کیو؟ سیوس محمود، کارت چی شد؟ تو کش و قوس. چه جور کش و قوسی؟ با صف وایستادیم، هم دارن زور خودشونو میزنن. از من میشنوی یه جوری با اینا کنار بیا. شما نمیتونی با اینا طرف بشی. ما آدم هایی الا قبا نه مشت داریم نه پشت، الا توکل به خدا. اونجا رو نگاه کنیم بچه، انگار دعوا شده. راست میگه دعوا شده. جعفر داره دعوا میکنه. جعفر آقا زشته. بلش کن ببینم چه غلطی میکنه. دماغت رو بکش بالا. یکی از کارهای پرده سر بزنی یخ من جرس کنم. سر بکنه کن بیا بریم. مورچه
بچه یه کله پاچه چی باشه؟ دلش بگویم هرچی دلش مادر رو تیز کنه. اصلا چی میگه؟ میکشه بابا. همون که خودت میدونی دیگه، یه چیزی که از کارخونه پرتش کرده بیرون، این یخه منو چسبیده، یکی دیگر رو جاش آوردن، اصلا منو سننم. بگو کی آوردتش؟ اینم بگو نامرد. نامرد همه کسته، اصلا من آوردم. چی بگی؟ عثمانوت حیف تو نیست؟ حیف دخترت نیست که دلش میدی به پسر این جوالا؟ ببند اون گاله رو تا با کاپو رو شکر دارم. جایدی عثمانوت هنوز زیر نشد. بلش کن، من خودم جوابش میدم. واسه کنم اصلا بکنم اینم اصلا گوش کن چی میگم یارو. به من ربطی نداره که تو با جعفر چه خورده حسابی داری، خودش میتونه جوابتو بده. اما اگه یک کلمه دیگه گندتر از دهن درف بزنی با من طرفی حالی چوت. من که چیزی نگفتم عثمانوت، من نوکر خودت و ایل تبارتم هستم. حرف من اینه، من میگم حیف شما نیست که با یه همچین جونوری رفاقت داره و داره وصلت میکنه. تو بهتر حرفت واسه خودت نگهداری. چی گفتم؟ چشم، من نوکرتم. ولی عثمانوت من نمیذارم اون راست تو کارخونه را بره و هرکی روز واسه یکی سوسه بیاد از اون خودم اندازه تو بشم. زنده نمیذارم. دل کن مغازه شزشه، فردا نوبت شماست. بعد داختم حالا آی ایو انداز، همه تون شاهد باشین، اگه من اینو نکشم، اگه سرش زیر آب نکردم، اسمم عوض میکنم. خدا آخه میبینی؟ عجب روزگاریه. به من میگه نومبر. آخه میبینی محمود، من نومبرم؟ بابا به من چه مربوطه؟ یکی دیگه از کارخونه بیرونش کرده، به من چه رفته داره؟ من سر پیازم تای پیازم. خیلی خب، حالا انقدر جوش نزن جلو مردم. رحیم الو استاد، اینا رو بده من خودت برو انبار، ما هم بیام اونجا. باشه استاد. سلام علیکم، صبح بخیر. نگاه شدی این اون لبو؟ آخه مامان خدایا سکته میکنی میفتی یا؟ حالا خودت به جهنم عروسی بچه ها به هم میخوره. به جون تو محمود، خودم ناراحتم. اون بدبختم کار میکرد، یه لقمه نون میبرد واسه زن و بچه‌ش. محمود خودم رفتم پیش جندقی، گفتم آقای جندقی حسو گرفتاره، درسته من دستنم ولی کار پیش میبرم تا بیاد. قبول نکرد. وقت این چی میگه؟ آره یه وقتایی یه حرفایی هست که آدم نمیتونه تنگشو خورد کنه. لا اله الا الله. کجا؟ کارت نزدم، برم کارت بزنم. یه او دیده اینم بسه مون شد، یه درد سر دیگه. صبر کن، طرف هم این دوره براست. من خودم هم کارت نزدم. کارتتو رو من خودم میزنم. باشه دارم، محمود فروغی نیومده که؟ چرا، رفت جعفر آروم کنه، بردش سمت رختکن. کلید انباری که هنوز نگرفته؟ نه الان دیگه پیداش میشه. اومد کلید انبارو بهش نمیدی، بهش میگی بره دفتر شرکت خودش معرفی کنه. واسه چی؟ تو کاری نباشه. یعنی اون کاری که بهت میگم بکن. چش دستم نبود میزنم از چش بلند نشه. آقا جندقی دنباله دیگه. جندقی؟ نفهمیدی چی کار داشت؟ نه فقط رفتم هم بود. سلام، من شدر، صبحت بخیر. عاقبتت بخیر عثمانم. کلید انبارو میدی؟ دیدی اول صبح چه آدم شنگی برو انداختن؟ پیش میاد دیگه. خوب شد بیرونش کردم. خسرو آدم شرطیه، کینه شطوری هم داره، تا زهرشو به جعفر نریزه ولکن معامله نیست. نه بابا،
مارت پوت علکی میکنه. اون کیل داره من برم. راستیاتش گفتم بعد بری دفتر شرکت. شرکت؟ بس چی؟ والا من بی تقصیرم. جندقی گفت که بهت بگم. جندقی؟ بس انبار چی میشه؟ نمیدونم والا عثمان بود. خیلی خوب. ما خودمونیم اوست جعفر، خوب فکرش رو پیاده کردی ها، پوزموزه واسش نمون. والا اونم همچین کم خدمت ما نرسید، ایناهاش. حالا اون یاری که جاشو وردی کجاست؟ تو دعوا دیده نشد؟ اونم نعیمت، اینم که اینجوری ما این وسط شدیم چوب دو سر طلا. برست انبار، الکترودمون تموم شده. انبار بسته است که؟ بسته است؟ استاد که اومده؟ آره، ولی مشهیدر گفت فرستادن شرکت. فرستادن شرکت؟ الله اکبر. مصطفى، استاد موتورشو نیورده بود؟ نه، گمونم با سرویس اومد. استاد، حالا من چیکار کنم؟ هنوز استادمون برمیگرده؟ شنیدم بعد چیزی تو کارخونه گرد و خاک کردی خسرو. مگه نمیدونی ما رو چجوری انداختن بیرون؟ از من میشنوی؟ برو به دست و پاشون بیا. تو دست پای کی؟ چه میدونم، رئیس کارخونه، مدیر شرکت، هر کسی که بتونه تو رو برگردونه سر کارت. خیال میکنی نکردم؟ التماسمون رو کردم، مجلسمون یکی رو گفتم، ولی مگه به خرجشون رفت؟ من نمیدونم این جعفر نامرد از ما چی گفته که حاضر نیستن ریختم رو ببینم، چه برسه به اینکه برم گردونن سر کار. یه بار دیگه هم برو ایزو التماس کن، به جای اینکه دعوا مرافع را بندازی یا شیر دود کنی تو شکم اینمون. نه اسمالا با تو حالیت نیست، این جعفره همچین زیر پای ما رو جارو کرده که هیچی افاقه نمی کنه. نخواهشم انا، نه ایز التماس دارم برای جعفر آقا. یه دقیقه اون ماسپاسک بذار کنار، دارم باید حرف بزنم، گل لغت نمی کنم که.
خوشم به شما ساش. یه علف بچه بودی که بابامون سرش گذاشت زمین و رفت. ما موندیم با دو تا بچه یتیم و یه مش قرض قله. حالا چی؟ عد وقتی که داشتیم برای خودمون سر سامون میگرفتیم و برو بیای عروسیمون بود. یادته؟ اگه میشه یادم نباشه. میتونستی بری سی خودتو بی خیال ما بشی. نه. تو مرامم نبود. زن همیشه پیدا میشه. این خواهر برادر که گیر نمیاد. داشتی داشتی نداشتی باید حسرت چه بخوری. من بزرگت کردم به عرصت رسوندم. منت سر نمیذارم، وظیفم بود. بالاخره وصله تنم بودی و هستی. این حرفا گفتن نداره، ولی کم زحمت تو نکشیدم. تا عمر دارم مدیونتم. گذشته از برادری مدیونگی کردیم. اون وقت تو چیکار کردی؟ با غریبه وصلت کردی. قسمت نبود دیگه. علف باید به دهن بزی شیرین میاد. اونم چه علفی؟ اونم با دختر کی؟ کاریش نمیشه کرد. به هر حال داریم با هم فامیل میشیم دیگه. خوشتون باشه. اما اگه به فامیلیه من که فامیل ترم. شما رو تخم چشای من جا داری. به حرف آره، ولی پای عمل. تا حالا بالا حرفت حرف زدم داداش؟ صد بار تو گوشم زدی، یک بارش سر بلند کردن. ولی آخر ببین جعفر، از قدیم گفتن عقد پسرم و دخترم رو تو آسمونا بستن. تفلکی من هنوزم که خاطر رضا رو میخواد. از وقتی به دنیا آمد همه میگفتن این مال رضاست. دلت میاد برادرزادت میون فک فامیل سرشکسته بشه؟ داداش دیگه کار از کار گذشته. این شب جمعه عروسیشونه. همه کاراشون هم کردن، آزمایش خون و چه میدونم هزار دنگ و فنگ. حالا مگه چی شده؟ سر سفره عقدم خیلی از عروسی ها به هم خورده. یه سیغه محرمیت خوندن که اونم میشه فسخش کرد. اینو از من نخوا. داداش هر کاری بخوای میکنم، اما این یکی دست من نیستش که. رضا باید بخواد که خدا زده پس کلش. خودشون بریدن دوختن. نه، این دختره وصل خانواده ما نیست. چرا نیست؟ آخه دختری که جهازش از جایی ردیف شده که دهن من باز نکن جعفر. چی میخوای بگی داداش؟ خیال میکنی جهاز دادن به دختر تو این دور زمانه آسونه؟ اونم با چندر قاس حقوق بخور نمین کارخونه؟ یعنی چی؟ میخوای بگی محمود از دیوار مردم رفته بالا؟ داداش من محمودو میشناسم، این رسلا بهش نمیچسبه. خیال میکنه با چی خواستن شرکت؟
بهش مدال طلا بدم؟ باز چی خواستنش؟ همین دیگه، وقتی که چشاتو بستی و اختیارت دست این و اون، همین میشه دیگه. خودت که میدونی داداش، تا موقعی که عزب اغلی بودم بی اجازه شما آبم نمیخوردم، گوش به فرمونتون بودم. یعنی اینجوری بارم آورده بودی ها، ولی نمیتونم از بچه‌م بخوام که پارو دلش بذاره. حالو نقل یه عمر زندگیه. اگه پس فردا بابای عروس رو گرفتن انداختن تو هلفتونی، دیگه برای ما آبروی نمیمونه که. حرفا چیه میزنی داداش؟ محمود که آدم بدی نیست، بعد کسی هم نمیخواد. اصلا ولش کن، خر ما از کرگی دوم نداشت. اصلا نه من نه تو، تو سیه خودت، ما هم سیه خودمون. انگار نه انگار همدیگر رو میشناسی، انگار نه انگار یه زمانی ما هم برادر بودیم. برو بچسب به فامیل تو، برادری بذار در کوزه. اصلا کدوم برادری؟ برات چی کار کردم؟ بزرگت کردم؟ بگو غلط کردی، میخواستی نکنی. بگو دیگه، خجالت نکش، بگو. اشکن این دست که نمک نداره، اقلا ازش بپرس جهاز دخترش از کجا آورده. حالو نگفتم چیو؟ آقا جونت همه چیز خودش سفارش داده، کار، چنگال، بشقاب، قاشق، میز، صندلی، تازه یه چیزی هم دو قبضه سفارش کرده. دیگه چی؟ طبق کش. طبق کش واسه چی؟ واسه بردن جهازت دیگه. ای گفتی چند تا؟ چند تا؟ یه حدسی بزن. بگو دیگه. 48 تا. ناقلا جهاز پروپیمونی داری ها. بی خود به دلت صابون نزن، من چیزی ندارم، همون چیزایی هم که دارم مادر جان جو تیکه تیکه نقدونسی خرده گذاشته کنار. آقا جون میگه به این میگن زنیت. دم آقا جونت هم خیلی گرمه. خواهش میکنم. والا به پیر به پیغمبر، من تا حالا یه لقمه نون حروم تو سفرم نداشتم. 45 سال از خدا عمر گرفتم، تو زندگیم یه قدم کج بر نداشتم. آخه چرا با تو میزنی؟ بی خودی داد هوا نکن، همه چی تو دادگاه معلوم میشه. دادگاه؟ من تا حالا پام به کلانتری نرسیده. کدوم دادگاه؟ مگه من چی کار کردم؟ بگو چه کار نکردی؟ از اعتماد من سوء استفاده کردی. گفتی موس محمود آدم مؤمنیه، حرام و حلال سرش میشه، بذاریمش مسئول انبار و خیالمون راحت بکنیم. نمیدونستم گوشت انداختم جلو گربه. پیش خودت فکر کردی تو انبار جنس زیاده و کی به کیه؟ تا بیان بفهمن ما بار خودمونو بستی. چی داری واسه خودت میبافی؟ مگه این خراب شده این کارخونه حساب کتاب نداره؟ یه هله پوش میخوای 6 تا بعد انگوش بزنی، 7 تا بعد امضا بندازی، 8 تا بعد سند مر کنی، یه مته میخوای بعد داغیشو بیاری، یه سماده میخوای چه میدونم بعد سابیدهشو بیاری. من مدرک دارم، به من خبر دادم تو انبار چه خبره. کی؟ کدوم بیوشجانی خبر داده؟ چه خبری؟ ما همه جا چشم و گوش داریم، تو خبر نداری که هول شدی افتادی به چپ. اصلا اگه داری خومون چشم و گوشو باز کن تا چتری به کسی تهمت نزنی. بعد 20 سال که توی خراب شده جون کندم، عمر و سلامتیمو گذاشتم، اون وقت من تهمت میزنی که از انبار جنس بردم. تو میگی این کارو نکردی؟ به این سوی چراغ نه، 7 قدم رو به قبله. آه آه، اگه من دست از پا خطا کرده باشم، خاک به امانت خیانت نمیکنه، اینو بفهم. چرا حرف مفت میزنی؟ پس چرا ناراحتی؟ بیا تو دادگاه ثابت کن که دزدی نکردی. میدونی چی داری میگی مرتی؟ که من بی گلمه ثابت کنم؟ من دزدم؟ به من بطون میزنی؟ جد آبادت دزده یارو؟ اگه ریگه تو کفشت نیست چرا اینقدر شارت و شورت میکنی؟ اگه تو هم یا اون با آبرو زندگی کرده بودی و صورت تو با سیلی سرخ میکردی و شرمنده زن بچت میشدی و چشم تمام مال مردم نمیدوختی، اون وقت همه جد میسوخت و هوار و هوارت من نمیدوخت. وقتی افتادی تو زندون و مغر اومدی همدیگر رو میبینی. سنگه نه 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 نه
فیروز خلاصه تو که بیست لوان رفیقی عجی کوبه که زندگی من با خبری بذار حق اینا رو بذاریم کمه دستشون آخه چشماشو بسته دهن شما کرده هر کی نرسه خود برگور میکنه آروم باش اوس محمود با داد و قال که کاری از پیش نمیره میخواد با حیثیت من بازی کنه داره از کار بیکارم میکنه من برم خونه چی بگم اگه زن بچم پرسیدن چرا سر کار نمیری چی بهشون بگم اوس محمود نوکرتم تو الان کفری هستی اونم افتاده رو دنده قوز بذار یه دو سه روز بگذره آبا از آسیا بیفته من خودم قضیه رو حل میکنم تو مهلت بده باشه من میرم کارخونه پامم بیرون نمیذارم تا این قضیه روشن نشه اونجا بس میشه جون بچه توس محمود ما رو نون خوردن ننداز من که میدونم این وضع لابه تو نمیچسبه ولی اصل قضیه باید یه جور روشن بشه یا نه بالاخره یکی این وسط دفتریس کرده دیگه باشه و سلام حسین تو هم طرف اونا رو بگیر استغفر الله هواشون رو داشته باش ولی بدون شطوری که در خونه تو هم میخوابه امروز نه فردا به همتون دارم میگم نوبت شما هم میشه یکی یکی به هر کدومتون یه انگی میشه سونام حیثیتتون رو میبرم ولی من نمیذارم کسی حقامو بخوره شکایت کن به کی شکایت کنم اینا دست شما هم توی کاسه است قدرت بدبختم یه لحظه دست بیشتر نیست یه بدبخت که حلال روز سرش نمیشه بابا میخواین کارخونه رو بچاپین چرا به دیگرون با تو میزنی محمود آره شکایت میکنم اما پیش خدا به خدا شکایتشونو میکنم که با عرض آبروی من بازی کردن شما هم ساکت بمونه زبون بده هم بگیرونه هیچی نگین باشه لا اله الا الله چجوری دارن اونبوری میکنن واسه این بیچار همه این آتشه از بور امیدوار بلند میشه خودم شنیدم براش میزنه وسوسه میاد ای گور پدر این امیدوار تازه دارن فامیلم میشن عجب دور زمونه ایشون خیلی قشنگه نمیای بریم؟ کجا؟ تو مغازه هرچند هرچند چی؟ این لباس ها اینقدر قشنگه آدم دلش نمیاد نگاه نکنه بریم تو تو برو من همینجا میمونم بیا بریم چقدر این لباس به تو میاد ایشالله به سلامتی بپوشی مبارکت باشه ایشالله با دل خوش به تندرستی برو دارم برو باز کن هرکی هرچی خواست بهش بده هم اسمشو بنویس هم واسهش قبض صادر حتی برای یه میخ فرج اگه اوس محمود نمیاد سر کارش میاد یا نمیادش دیگه به شما مربوط نیست کاری که بهت میگم بکن چشم مشیدن شما بغل دستش باش این شاگردش کجاست؟ همینجا میپلک اونم با خودت ببر برو رحیم رحیم ترکه بودی بینم اوسا اومد؟ بیا بریم انبار باید به ما کمک کنیم گفتم اوسا اومد؟ نه اوس محمود دیگه نمیاد چرا واسه چی؟ من چه میدونم از آقای جندقی بپرس بیا بریم بچه بیا تا اوسا نیاد من پامو تو انبار نمیذارم ببین اگه جندقی بفهمه گوشتو میگیری میندازت بیرون ها مسخره بازی در نره بیا بریم نمیام ولش کن چیکارش داری؟ همین دوره برا بپلک تا ببینم چی میشه بیا بریم شده مشهده رو حسن اشیر رفتن تو انبار
میگم اوس محمود دیگه نمیاد. نمیاد؟ باز چی؟ نمیدونم. به جای اینکه غمبرک بسازی پاشو یه دست و پایی بکن مرد. با تو هم خسرو. یه ریزه فکر نکرد که من با سه سرم میخور چه خاکی تو سرم بریزم. کارخونه حساب کتاب داره برادر. همینجوری عشقی که نیست که هر وقت دلت میخواد بیای، هر وقت دلت میخواد بری. این که چیزی نمیدونی بی خود حرف نزن. مگه آدم مغز خر خورده که نون خودشو آجر کنه؟ خدا به ما یه بچه داد، شکر، ولی چشاش لوچ بود. مادرش میگفت واسه پسر بچه عیبه که چشاش اینجوری باشه. همسن و سالاش واسهش دست میگیرن. دار و ندارم و کردن پول دادم دست این دکترها. عملش کردن. الحمدلله خوب شد. خب گرفتار بچه بودم دیگه. یه پام مریض خونه بود، یه پام ناصر خسرو. بهش گفتم اوسا من وضعم اینجوریه، هوامو داشته باش. ولی اون نامرد چیکار کرد؟ همچین پشت پا زد که با مخ رفتم تو دیوار. جعفر رو من میشناسم، همچین آدمی نیست. این کار ازش بر نمیاد. از این آدم دوپا هر چی بگی بر میاد. کارخونه رو گذاشتی رو سرتون. از شوقی قدقد بپرس مشتی. بشه ایدر بیا دهنتو شیرین کن. بابت چی؟ شوقی سعیده. ای گفتی بشه ایدر سه سال آزگار صبر کردم تا این فسخری سر و کلهش پیدا بشه. حالا چی هست؟ یه پسر توپل مپل بشه ایدر 4 کیلو 327 گرم وزنشه. یهو بگو هرکول دیگه. بگو ماشالله ماشالله ماشالله.
چی شد؟ چی میخواستی بشه؟ چی کارت داشتم؟ یه چی میخواستم بهم خلطی بدم. حرفو نپیچون، قضیه چی بود؟ یه شیر پاک خوردی رفته گفته من حلال حروم سرم نمیشه، مال مردم میخورم یا آبم روش. کی؟ یعنی تو نمیشناسیش؟ من؟ از کجا باید بشناسمش؟ بماند. چی بماند؟ میگه من از کجا باید بشناسمش؟ حالا وقتش نیست، ما هر دومون گیر و گرفت داریم. بعد یه عمر اعضای این عمر رفتن، یه دفعه عروسی رسیده به کوچه ما، نظر ازاش کنیم. اصلا معلوم هست چی داری میگی؟ دست بردار جعفر، ما رو حالو گیر آوردی، خودت زدی به اون را. یواش یواش دارم آمپر میچسبونم. بابا یک کلام بگو خلاص. تو این کارخونه چند تا امیدوار هست؟ آره منظورت فامیلی یکی، من. نه، یه امیدوار دیگه هم داریم. قدرت رو میگی؟ از بالاخره دوزاریت افتاد. ببین محمود، رفیق همین به جای خودش، داریم با هم فامیل میشیم، اونم به جای خودش. اما اسم داداشم نگیر که پاک کلافه میشم. کجای کاری؟ دارم برام پرونده درست میکنم، یعنی درست کردن. میخوان بکشنم پای میز محاکمه. من که هنوز پام به کلونتری نرسیده. اون وقت اسم داداشم نیار. حالا کی گفته داداش من چوبلا چرخه تو گذاشته؟ همون که میگفت همه این آتیش از گرون، امیدوار نامرد بلند میشه. همون طرف دهن تو بفهم. قدرت داداش منه، نباس بهش بی احترام میکنی. داداش توه، ولی واسه من 2000 الواشگری هم نمیارزه. اصلا تو فکر کردی کی هستی؟ خیالات برات باشه. من هر کی هستم واسه خودمم، ولی نونبر نیستم، مال مردم خور نیستم، دستم کج نیست. اینا که میگی به قدرت میچسبه دیگه. میچسبه چیه؟ هست. تو حالیت نیست. دست پیش گرفتی پس نیفتی. اینو بگو. کدوم دست پیش؟ پیش پای تو رضا زنگ زد. میدونی چی گفت؟ گفت قراره تبخیشا جهاز دخترتو با دادار دودور بیارن، با بزن و بکوب. میدونی چند تا طبق؟ 48 تا. مفت چنگ تو. تو واسه چی ناراحتی؟ همین دیگه، بیچاره قدرت حق داشت. ولی تو این واویلا و این چندر قاس حقوق کم، کی میتونه واسه دختر جاز آلابولا جور بکنه؟ مگه اینکه چی؟ لا اله الا الله. مگه اینکه چی؟ مگه اینکه سرش به یه آخوری بند باشه، هم از توبره بخوره هم از آخور. دست درد نکنه جعفر. حواست هست چی میگی؟ یعنی من دوزم؟ نه خیر حاجم، میزربی تو خونه سکه زر میزنی. بس دیگه واسه ما جانماز آب نکش. من داداشم میشناسم، کتری حرف نمیزنه. لابد یه چیزی بره بندون جهان تو. بکش دست تو. کی از تو اصلا جهاز خواست که تو امانت که دست سپردن خیانت کنی؟